لحظه هم بازی با سوت آقای رضا عادل آغاز شد. به عقب برگشته، حالا ارسال انجام میشه، مستقیم زد ضربش رو. کمال الدین نیکخوی فراوانی شده به خصوص در هفته‌های گذشته. ارسال پرتاب توپ در واقع یک ضربه سر به تیر دروازه برخورد کرد. ضربه سر خطرناکه. بازیکنان سایپا همچنان فرصت هست برای شاگردان صادقی. حالا توپ رو باز هم تصاحب میکنند. پشت محوطه جریمه میگیره توپ رو صادقی، به هر ترتیبی هست. فرصت مجددا، ارسال روی دروازه، ضربه ای که حالا زده میشه اما خطای مهاجم نفت، داده میشه توپ. ایدی دور خوب میزنه، خود مجید ایدی، تکل عالی از مهاجم سایپا. چه فرصتی رو در اختیارشون قرار میده. حالا تک به تک میشه با سوش آمکانی و گل. گل برای سایپا. رضا جعفری دروازه نفت رو باز میکنه روی یک ضد حمله برقاسا. در یک موقعیت عالی قرار داد. شما این صحنه نهایی رو میبینید که جعفری تک به تک شد با سوشا مکانی و توپ رو به دروازه نفتی ها رسوند. نقیزاده هم تعقیبش میکرد، خطا نکرد که اخراج نشه و دیگه جعفری توپ از کنار دستان مکانی به گل تبدیل کرد. چقدر خوشحال هستند. نقی‌زاده، ایدی، جعفری، حاتمی، ملکیان و میرجوان بازی میکنند. حالا از سمت راست ایدی فرار کرده، میتونه ارسال کنه، این کارو انجام میده. یک ضربه ایستاد، برگشته تو با حالا گل. و حالا گل برای نفت مسجد سلیمان. میرهادی میرجوان، حرکت خوب تاکتیکی از سمت راست رو به نتیجه میرسونه و توپ رو به گل تبدیل میکنه. ببینیم این صحنه رو. ارسال ایدی، ضربه سر ابراهیمی، برگشت فلاح‌زاده و تمام میکنه کار رو میرهادی میرجوان. نفت مسجد سلیمان 1، سایپای تهران 1. ایستاده نیکخوی هم هست. نیکخوی میگره ضربه رو و سوشا مکانی توپ رو گرفت. درگیر هم میشه با شاهعلی دوست، درگیری که ادامه پیدا میکنه و یه مقدار باعث التهاب میشه در محوطه جریمه. یک کارت زرد هم در همون اثنا از جیب رضا عادل، داور مسابقه، بیرون میاد و در مقابل چشمان کاپیتان سایپا روز به شاهعلی دوست قرار میگیره. کارت زرد هم ادامه دار. این صحنه رو شما میبینید که گرفت توپ رو سوشا مکانی، اینجا اومد شاهعلی دوست و از روش پرید و پاهاشو قفل کرد و درگیری ادامه پیدا کرد. یک کارت زرد رو هم سوشا مکانی گرفت برای رضا جعفری. با عوض میکنه جعفری، حالا وارد محوطه جریمه میشه، ضربش رو هم زمینی میزنه که مکانی توپ رو گرفت. یه لحظه اشتباه، حالا حاتمی میزنه ضربش رو از کنار دروازه، نفس گیر به بیرون رفت، توی چارچوب نبود این ضربه فرزاد حاتمی. ضربه سر رو زد ملکیان، حالا بیرون میاد از دروازه فلاح زاده و اجازه نمیده حاتمی به توپ برسه. ملکیان مثلا اونجا بلند میزنه، بالاخره ضربه سر رو و گل برای نفت مسجد سلیمان. انقدر اصرار کردن و انقدر ارسال کردن تا در نهایت به نتیجه رسیدند. چه پاسی فرستاد ملکیان و چه تأثیری گذاشت فرزاد حاتمی. سوال به محوطه جریمه، اثر رمضانی، یک ضربه سر و با چه آرامشی سوشا مکانی توپ رو گرفت. سوت پایان بازی رو میزنه داور این دیدار،
پیروزی 2-1 تیم نفت مرش سلیمان در مقابل سایپای تهران، چهارمین برده شاگردان مهدی تارتار در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر، پیشروی نفت مرش سلیمان در بالای جدول و رو به بالا همچنان ادامه داره. تبریک میگیم به تیم خوب نفت مرش سلیمان، هواداران این تیم.